امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن با ما همراه هستن. آقای شکری، وقت شما بخیر. کمی درباره قرارداد کرسنت برای ما بیشتر توضیح بدین و اینکه چرا این قرارداد هیچ وقت اجرا نشد. با سلام، همانطور که در گزارش هم ذکر شد، این قرارداد در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به امضای شرکت میگه نفت و شرکت کرسنت یا همون شرکت فعلی داناگاز به امضا رسید. مذاکرات اولیه از سال 97 شروع شده بود و پس از 4 سال مذاکره قرار شد روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از میدان نفتی سلما، یعنی گاز ترش، از این میدان به امارات صادر بشه. این قرارداد دو تا بازه زمانی داشت. قرار بود در 7.5 سال اول که قرارداد دادگاه هم رأی دادگاه هم بر اون اساس هستش، روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز صادر بشه و در بازه 16 سال بعدی روزانه این میزان به 700 میلیون فوت در روز هم برسه. پس از پایان دوران خاتمی و به روی کار آمدن دوران احمدی نژاد، رئیس سازمان محاسبات که رحیمی بود، با ادعای اینکه این قرارداد به خاطر اینکه قیمت گاز خیلی پایین ذکر شده و 20 میلیارد دلار به صنعت گاز ایران صدمه میزنه، این قرارداد رو کنسل کرد و دولت احمدی نژاد رسما به امارات اعلام کرد که این قرارداد کنسل شده. یک سال بعدش هم دولت امارات و شرکت داناگاز به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کردند تا اینکه در سال 2014 اولین رأی علیه ایران صادر شد و این رأی امروز همونطور که خبرگزار رویترز بهش اشاره کرده نهایی شد و ایران باید 600 میلیون دلار برای 7.5 سال اول به شرف اماراتی پرداخت بکنه. قیمت گاز آقای شکری، این گازی که دارین در موردش حرف میزنین، خب چرا ایران نتونست این کار رو به نتیجه برسونه و این صادرات رو انجام بده؟ دلیلش آیا واقعا همون قیمت پایینی بود که قید شده دلیل ایرانی یا مشکلات دیگه ای داشتن؟ این یکی از دلایلش مهمه، این که ایران نتونسته نه تنها این قرارداد صادرات گاز به ترکیه و عراق هم موفق عمل بکنه و حتی در بازه‌های زمانی مختلف میزان صادرات گاز به این کشورها رو به خاطر مصرف داخلی قطع بکنه. تحریم‌ها، سوء مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری لازم در میادین نفت و گاز، کاهش میزان تولید نفت و گاز در میدان پارس جنوبی که تامین کننده 70% گاز مورد نیاز کشور هستش، سلسله عواملی هست که دست به دست هم داده تا ایران نتونه در اجرای قراردادهای صادرات گاز به کشورهای همزای موفق عمل بکنه و حتی در مورد قرارداد گازی کرسنت هم نتونه حتی قرارداد فوت گاز صادر بکنه و کارش به دادگاه‌های بین‌المللی کشیده بشه. از جهت سوء مدیریت، تحریم‌ها و مصرف میزان مصرف بالای داخلی و همون سیاست خارجی تنش‌زا که باعث شده کشورهای منطقه به جای اینکه از ایران خرید بکنن به فکر آلترناتیو برای منابع نفت و گاز ایران باشن. اگر این قرارداد عملیاتی میشد و دولت میتونه سرمایه لازم رو جذب کنه، میتونه زمینه برای حل مشکلات موجود بین ایران و امارات باشه و با توجه به افزایش حجم تجارت میتونه باعث کاهش تنش در منطقه بشه که متاسفانه این قرارداد عملیاتی نشد و ایران حالا باید هم امسال غرامت پرداخت بکنه و همین که برای 16 سال بعدی که احتمال 99% در سال 2023 رأی دادگاه اعلام خواهد شد غرامت پرداخت بکنه. چند سالی پیش محمد حسین نعمت‌زاده وزیر صنعت قبلی اعلام کرد که دادگاه 18 میلیارد دلار برای ایران جریمه در نظر خواهد گرفت که این گفته وی توسط مسئولان وزارت نفت بعدها تکذیب شد. ممنونم از شما امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن با ما همراه بودید.